سلام، من دیبا پیشدادی هستم. خیلی خوشحالم که بهار 97 و کنار آقای بختیاری هستم و از اونجایی که امروز قراره که راجع به مولانا صحبتی بکنن ایشون، فکر کردم که یه بخش کوتاهی از یک از حکایت‌های مثنوی مولانا رو بخونم و از اونجایی که مولانا از هر حکایتش یه قصد و غرضی داره، خواستم که آقای بختیاری اگر من ایرادی تو خوندنم داشتم لطف کنن اشتباهاتمو بگیرن و همین که لطف کنن راجع به حکایت توضیح بدن. چهار هندو در یکی مسجد شدند، بهر طاعت راکع و ساجد شدند. هر یکی بر نیتی تکبیر کرد، در نماز آمد به مسکینی و درد. مؤذن آمد زان یکی لفظی بجست، که مؤذن بانگ کردی وقت هست. گفت آن هندوی دیگر از نیاز، هی سخن گفتی و باطل شد نماز. آن سوم گفت آن دوم را، کی عمو چه زنی طعنه به او، خود را بگو. آن چهارم گفت حمدالله که من در نیفتادم به چه چون این ستن. پس نماز هر چهاران شد تباه، عیب گویان بیشتر گم کرده راه. ای خنک جانی که عیب خویش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. مرسی. آفرین. مرسی. خیلی متشکرم. مرسی. ممنونم. شعری که دیبا از مولانا خوند، از مثنوی، من خوشحالم که در این سالهایی که گذشت دست کم اگر عده 40-50 نفری هم مثل دیبا این مطالب یاد گرفته باشن برای من کافیه. ببین انتخاب این قسمت فوق العاده جالب، یعنی یکی از تیکه های خوب مثنوی بوده. چهار کس، چهار هندو بزار نشستن توی یه مسجد میخوان نماز بخونن. ببین اصلا این مولانا، اگر که این آخوندها مثنوی رو با انبر میگیرن، حق دارن از نظر خودشون، چون مولانا زده زیر تمام کارهای اونها، دکونشون رو بسته. هیچ کس توجه به این استادا، حتی توجه به همین قسمت نکردن که اینا وقت شروع کردن یعنی در حال نماز بدیو مؤذن این کار رو چرا کرده. اون میگه او حرف زدی و نمازت باطل شد. اون گفت خب نماز تو هم باطل شد که حرف زدی. او آخری میگه الحمدلله که من هیچی نگفتم. خب اینا ببینید، این نماز برای اینها یک نوع سرگرمی بی جهت و گمراه کننده است. و این مطلب رو اگر دقت بکنیم، شما و خلاب شما این شرحای مثنوی رو بخونید، تفسیرهایی که کردن از همین بیت‌ها، ببینید چی میگن. آدم حیرت میکنه که چطور یک دختر جوان نوسالی نوجوانی میاد و میفهمه که این مطلب مولانا یه حرفی میخواد بزنه، اما یک استادی که میشینه و شرح میده و مثنوی رو تفسیر میکنه متوجه این نکته نمیشه. این مولانا یک زندگی شگفت‌انگیزی داره. شما دقت کنین که مولانا اومده با پدرش از راه بلخ حرکت کردن، از دست مغولا و اینا رفتن که برن مکه، ولی دیگه مکه نرفتن، یک سر رفتن به قونیه. در قونیه نشستن، پدر او پیش منحال شده و همه کاره. بعد پدر از بین میره، مولانا جانشینش میشه در سن جوانی و اونقدر به این آدم تلقین شده که باید خلاصه مطالبی رو بگی که هیچ کس هم حق نداشته باشه حرف بزنه، همه باید گوش بدن و بعد آخر بیان تعظیم بکنن. بعد استاد دیگری داشته که اون استادش هم وقت محقق ترمذی، اون هم که شاگرد پدرش هم بوده، اون هم وقتی که میاد قونیه به هر حال مولانا از اون هم چیز یاد بگیره. حالا دیگه مولانا هر دو اونا رو از دست داده، جانشین همه شده و یک آدمی است بسیار متکبر، خودخواه، که یعنی همه مردم واسه از حرفای او اطاعت کنند. خب حقم داره، برای اینکه حتی پادشاه قونیه میاد گاهی تعظیم میکنه و دستش هم میبوسه. حالا اینا رو میگن، ما نمیدونیم این مطالب درست یا درست نیست، ولی به هر حال اینطوره. حالا این آدم با این اوضاع که 400-500 نفر میشینه، حالا آیا واقعا 400-500 نفر، یه عده کثیری میان دور و برش میشینن و ازش اطاعت میکنن. در این هنگام یک آدمی پیدا میشه که نامش گذاشتن شمس تبریزی.
آیا این شمس اهل تبریزه؟ نمیدونه. به هر حال یک آدمی است که یک دانایی داره، رندی داره، ممکنه به اندازه مولانا سواد نداشته باشه، تحصیل نکرده باشه به اون اندازه، مثلا علم مذهب خوب بلد نباشه، اما یه آگاهی هایی داره، رندی هایی داره. این آدم میتونه روی مولانا اثر میذاره. مولانا با همه اون اقتدارش چنون مجذوب این آدم میشه که میگه من خیلی دلم میخواد شما من راهنمایی کنید. میگه آخه شما که الان موقعیتتون خیلی خوبه، به کسی گوش نه. میگه من اطاعت میکنم. حالا در این باره اونقدر داستان ساخته شده که خدا میدونه که یه عده گفتن که مثلا با مولانا حرکت کرد. خب هر کسی روی نیت خودش و روی تصور خودش میسازه که یک روز شمس تبریزی به مولانا میگه که تو باید قول بدی که هر چی من بهت میگم گوش کنی، نرید رو این که شما عالم بودین و عملا به حکومت دینی رسیدین و قدرت داشتین. یعنی در عالم ما، در عالم رندی بایستی سالک از پیر مغان که هر کسی قبولش کرده باید تا اون جایی که خودش به حد اون پیر نرسیده باید اطاعت از اون بکنه. میگه من قول میدم هر چی تو بگی انجام میدم. حالا اینا روایت کردن، آیا راسته نمیدونم، من اصلا با اینا هیچ کاری ندارم، که عبور کردن از یک جایی، تمام شاگردان و مریدان مولانا هم پشت سرشن، میرسن به یک محلهی، محله یهودی ها بهش میگن. یادتون هست در تهران هم یه محله داشتیم به نام محله یهودیه، در اصفهان هم همینجور بوده، جوباره، اصلا جودیه بهش میگفتن. این شمس میخواد مولانا رو امتحان کنه، میگه که ببین اون دکونه میبینی، باید تو بری اونجا یک جام، یک قرابه شراب بگیری، دو تا پیاله برداری بری اینجا با هم بخوریم. قولم داده حالا مولانا که هر چی تو بگی انجام بدم. اصلا این آدم اگر میتونست بگی که نه من این کار نمی کنم، تموم میشد، رابطه به کلی قطع میشد. خب این میره یک قرابه شراب میگیره، یک کوزه شراب میگیره، با دو تا پیاله میان، همینجوری که میخوان میریزن بخونن، مریدان یواش یواش از دور بر مولانا همه میرن دور. بعد شمس به مولانا میگه که حالا دیدی اینا تو رو به خاطر خودت نمیخواستن، اینا تو رو به عنوان مولانای دروغین میخواستن، به خاطر اون حجابی که در چهره تو هست، و الا تو بی حجاب برای اینها کافری. مولانا بیدار میشه، میگه راست میگه. خب اینا که این همه اظهار ارادت میکردن، حالا فرض کنیم من کار ناسوابی میکنم از نظر اونا، نباید من رها کنن و برن. وقتی اینا میرن دیگه مولانا جذب شمس میشه. حالا آیا این سخن درسته درست نیست؟ ما این با ایناش کاری نداریم. مولانا قول میده که از شمس است. حالا یه عده اومدن گفتن نه مولانا وسط کار رها کرده. نه، ما میبینیم که این مثنوی رو که آغاز کرده تمام با ستایش شمس. اولا این مولانا شعر میگفته، ولی نه اینکه این به این حالت باشه. ببینید این مثنوی یه چیز استثنایی است. اصلا آغازینه مثنوی خودش یه بحث داره. چون تمام شعرها رو نگاه بکنید، شعرهای بزرگ مثل سنایی است، عطار، سعدی حتی، اینا اول مدح خدا، بعد مدح پیغمبر، بعد مدح شاه رو، شاه زمانشون میکنن. اما ببینید مثنوی که فقط یک کس این کار کرده پیش از مولانا، اونم فردوسیه که حالا با اون کاری نداره. مثنوی میاد شروع میکنه که میگه بشنوین نی گر شکایت میکند، که از روایت های گونه یاد بشنو از نی گر حکایت میکند، چون حکایت میکند، اونش کاری نداره. بشنوین نی گر شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور موند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. راز من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را اون نور نیست. ببین با این شروع میگه که میگه ما اصلمون انسان بودنه، ولی این مذهب ها و این آیین مثلا اعتقادات ما رو به کلی از اصل خودمون دور کرده و ما جدا افتادیم، و الان که من احساس آزادی میکنم، میخوام به اون اصل انسان بودن خودم برگردم.
شما حیرت بکنی یعنی چی؟ مگر انسان نیست اون کسی که نشسته اون بالا اون مقام رو داره؟ نه، انسان، انسانی که باید فکر بکنید اون کسی است که موجودی است که به خرد پیوسته. چون در فرهنگ ما دست کم این بوده که آفریدگار هستی که ما نمیدونیم چیه. ببین در حالی که در مذهب آفریدگار تو چنگ این آدم ها هست، آفریدگار هستی رو ما نمیدونیم چیه. میلیارد ها کهکشان ساخته شده، میلیارد ها، هر کهکشان میلیارد ها منظومه شمسی داره. آفریدگار اینها که نمیاد با من دنبال کار من، من یک موجود کوچیک هستم تو زمین، زمین در مقابل همین کهکشان یه ذره خردیه. ببینید یکی از همین شعرهای ما پیش از همین مولانا میگه زمین در پیش این گسترده مینا چو خشخاشی بود در روی دریا. نگر تا خود از این خشخاش چندی، سزد گر بر برود خود بخندی. خب انسان که اینجوره وقت ما ببین به راحتی آفریدگار هستی رو میگیم پامون میره تو چاله، میگیم خدا خواسته. یکی مثلا دست چوب میخوره تو صورت ما، میگیم خدا خواسته. پولی گیر میاره، میگیم خدا خواسته. ببینید اصلا خدا رو در یک حد کوچکی در مذهب به خصوص آوردن که مثلا تو اگر این کار رو نکنی بری تو جهنم. جهنم چیه؟ جهنم یک جاییست درست شده که اونجا آتش ها روشن هست، ما رو اژدها و گرز های آتشین هست رو میزنن تو سر اشخاص. چرا؟ چرا این کار میکنن؟ اصلا هیچ کس نمیپرسه. اگر تو اطاعت کنی از ما که نماینده خدا هستیم، همون الله هستیم یا یهوه هستیم، اون وقت ما تو رو میبریم به بهشت. بهشت اونجا همه چیز برای فراهمه بدون که حتی نیاز به دفع داشته باشی. تو از این آب کوثر میخوری، از این شراب های کوثر میخوری، از این عسل و شیر که در جوی ها حرکت میکنه میخوری، تمام به همهاش هم رو مرده ها. تو تمام این حوریان بهشتی هم اونجا هستن، در اختیار تو هستن، همه تو آزادی. خب این آدم میمونه گیر میکنه، یک دفعه با خودش فکر میکنه که چجور ممکنه یه چنین حالتی باشه، وجود داشته باشه. پس اینه که ما خودمون نیستیم، مستوریم. حالا اینه که مولانا میگه که هر کسی که دور موند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. ما میخواهیم، من حالا که یه آگاهی پیدا کردم، به اون اصل خودم برسم، به اون انسان بودن خودم برسم که بدونم من انسان هستم، من یه جزئی هستم روی این کره زمین، من یه شعور دارم برای خودم، همونطور که یک گرگ شعور داره، یک پلنگ شعور داره، یک شیر شعور داره، یک درخت شعور داره برای خودش، یک مورچه شعور داره برای خودش، همونطور که خورشید یک شعوری برای خودش داره، ستارگان یک شعوری برای خودشون دارن، یک حرکت میکنن. پس بنابراین منم یه شعوری برای خودم دارم. من بیاری این شعور و این خردی که به من بخشیده شده، باید راه خودم رو انتخاب کنم، راه خودم رو پیدا کنم، بدونم چجور باید زندگی کنم، چه کار باید بکنم، چه وظیفه ای دارم. چون ما در فرهنگمون اینو برای خودمون ساختیم که آفریدگار هستی تمام عالم رو که آفریده به صورت یه خط مستقیم میاد، این عالمی که آفریده شده خب چه کار میدونم، تمام آخرین آفریده انسانه. به همین جهت میگن انسان ازل مخلوقاته، یعنی پایین‌ترین مخلوقات. حالا در دایره هستی هر چیزی، تمام عالم هستی به صورت دایره در میاد. در این عالم هستی این خط مستقیم آفرینش هم تبدیل میشه به یک دایره. در این دایره تنها و تنها اون آخرین آفریده به اولین آفریده میپیوند. اینجاست که انسان به اولین آفریده که خرد باشه. اولین آفریده خرده، آخرین آفریده انسانه. این انسان هست که به خرد میپیونده، نه موجودات دیگه و عالم دیگه. پس انسان یه وظیفه سنگین تر از بقیه داره. همه موجودات عالم، آفریدگان عالم یک شعور دارن، یه فهم دارن، اما انسان افزون بر این شعور و فهم به این پرتو ذات آفریدگار یا این جرقه‌ای که در عالم وجود به وجود اومده به نام خرد پیوند پیدا میکنه. این انسان پس باید از همه اینها بالاتر باشه، بدونید راه بهتری رو بره. حالا شما تعجب میکنید، همه الان از من میپرسید که بچه انقدر جنایت میکنن. این انسان که از شیر و پلنگ و گرگ و روبا جنایتشون بیشتره، چرا؟ من جواب پاسخی به شما میدم اینه که در هنگام
دایره آفرینش که ترسیم میشه، گاهی بین این دوتا نقطه یه حجاب به وجود میاد. این حجاب، این زنگار مانع میشه که انسان به خرد به پیونده و از خرد استفاده کنه. رسیده به هم، بسط شدن، اما نتونستن همدیگر جذب کنن، چون بینشون یک، شما الان ببینید یک چیز مثلا یک زنگار وجود داره، اینه باید با زحمت این زنگار رو از رو اون مثلا چاقو یا اون قاشق یا هرچی هست اون زهر با پاک کنید تا بتونید اون اصلش رو بگیرید، یا آینتون یه زنگار میگیره هیچی نشون نمیده، این آینه رو باید پاک کنید تا بتونید صورت خودتون رو ببینید. اینجاست که انسان باید به خرد بپیونده، حجاب نداشته باشه، این حجاب رو باید پاک کنه. ببینید این سعدی یک دو بیت داره که کمتر از استادان ما توجه به این دو تا نکته کردن. میگه نه هر آدمی زاده از درد به هست، درد یعنی حیوان درنده، نه هر آدمی زاده از درد به هست، درد از آدمی زاده بد به هست. چرا؟ برای اینکه انسان چون یک دانایی هایی داره خطرناکتر میشه اگر اون خرد رو نداشته باشه. درد از آدمی زاده بد به هست، به هست از درد انسان صاحب خرد، نه انسان که در مردم افتد شدد. انسانی با ارزشه که خردش. چجورش انسان بی خرد بشه؟ موقعی که به خرد بخواد به پیونده حجابی پیدا شده. اگر این انسان توفیق پیدا کنه این حجاب ها رو پاک کنه، برداره، حجاب فقط این نیست که خانم ها می پوشن، حجاب های درونی خطرناکترن، حجاب های درونی مهم هستن، باید اونها رو دور کنیم از ذهن خودمون، اون وقت ما میتونیم به خرد بپیوندیم. انسان وقتی به خرد پیوست همه مشکلات، همه دشواری ها براش آسون میشه. اینجاست که هر انسان ها میبینه، هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کسی از گمان خودش، تصور خودش یار همدیگر میشن. اینه که شما میگید پس این مولانا رو چرا هر کسی یه جوری تعریف میکنه، بلی که هر کسی از ظن خود یار او شده. حالا این مولانا چی میگه؟ میگه ما بایستی بیاییم این زنگارها رو، این حجابها رو از خودمون دور کنیم تا به اصل خودمون برسیم. همونطور که این نی نالهی که میکنه بگه که من از نیستان تا من رو از نیستان ببریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن، من از اصل خودم جدا کردن، حالا من باید به اصل خودم برسم. چه جور؟ اون وقت شما میگه اون چه که مولانا اینه میگه، در حالی که اگه یه روزی درباره فردوسی خواستیم صحبت کنیم، ببین فردوسی میگه نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است آن سپاس، که از همه بالاتره و درستره. اما کاری نداریم، مولانا عشق رو انتخاب میکنه، میگه عشق، حالا درباره عشق میگه، درست در همین مقدمه مثنوی وارد عشق میشه. شاد باشه عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، عشق پزشک تمام دردهای ماست. طبیب علت یعنی درد، طبیب یعنی پزشک، درمانبر. ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. تو دوای این نخوت، ما نخوتی پیدا میکنیم، خیال میکنیم از همه مردم موجودات بالاتریم، اما بدونیم که ما از خرد دور افتادیم، بین ما و خرد حجاب پیدا شده. بعد میاد میگه که شما ببین مذهب مولانا میدونید که پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. حنفی مذهب ها خودشون رو بالاترین مذهب میدونن، بعد از اونها شافعی هستن، چون در آغاز مذهب چهار قسمت میشه، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی. شافعی ها پیرو حنفیان هستن، امام اعظم ابو حنیفه، بعد امام شافعی. حالا ببین مولانا چجور یک دفعه از مذهب خودش کنار میگیره، میگه عشق اونجایی که می افزود درد، بو حنیفه شافعی درسی نکرد. حیرت آور این برای تمام مردم امروز هم که دقت روش، خوانندگان، مثنوی شناسان، تفسیر کنندگان مثنوی روی دقت نمی کنند که چی داره میگه. عشق اونجایی که می افزود درد، بو حنیفه شافعی درسی نکرد. پس کی درس کرده؟ عاشقان را شد مدرس حسن دوست،
دفتر و درس و سبقشون روی اوست. درسشون آشوب و چرخ و زلزله، نه زیادات است و باب و سلسله. این زیادات و باب و سلسله سه کتاب فقهی اهل تسنن هم که معتقدن هر چی که در عالم هست بعد از قرآن تو این کتاب هست و باید اینا رو یاد بگیم. میگه اینا رو باید بذاریم کنار. بله، عاشقان را شد مدرس حسن دوست. مدرس واقعی ابو حنیف و شافعی نیستن. پس کیان؟ حسن دوست. حسن دوست یعنی چیه؟ حسن زیبایی. زیبایی روی دوست یعنی اون مهریه که سبب میشه همونجوری که خورشید میتابه نیرو میده، انرژی میده و به موجود، به انسان، به گیاه، به همه موجودات عالم، اون حسن دوست هم به انسان اون نیروهای لازم و ضروری رو میده. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اون. کتابی که میخونن، دفتر یعنی مطلق، یعنی قرآن، دفتر درس و سبقشون و اصلا اونی که میرن تو مکتب خونه یاد میگیرن، تمام اینا حسن دوسته. دفتر و درس و سبق روی اوست. بعد زیادات و باب و سلسله که کتاب هست، اینا دیگه به درد ما نمیخورن، اینا رو باید بذاریشیم کنار. پس کجا به عشق گرایش بدم؟ اینجاست که دیگه یواش یواش مولانا از اون حجاب بیرون اومده، شده یک موجود دیگری که تمام اون مریدانش و طرفدارانش ازش دور میشن و این خودش میشه برای خودش. حالا میخواد این مثنوی رو بگه، این مثنوی رو میگه. در اون موقع ضبط صوت که نبودی که ضبط بشه، این شاگردانش دور و برش مینشستن، شاگردان آگاهش، و اینا رو مینوشتن. خودش هم اغلب نمینوشته، اینا رو مینوشتن. و این مثنوی، حالا این مولانا خب مجبوره، در یه روزگاری است که نمیتونه همه چیز رو بی پرده بگه. الان ما امروز بعد از 800 سال بعد از مولانا هنوز نمیتونیم مطالبمون رو بی پرده بگیم. حالا فکر کن 800 سال پیش چقدر سخت بوده که بگه. اون وقت این مولانا مثل اینکه این کلیدی برای این یه جعبه فکر کرده، مثنویش یه جعبه‌ایه، یه صندوقیه، تمام اون گوهرهای اصلی رو تو این صندوق گذاشته. کلید این صندوق رو عجیبه در این مثنوی گذاشته. من همیشه گفتم استادان ما در کمال بی‌معرفتی یک بار برای ما نگفتن که بچه ها شما دانشجویان، حالا که دیگه دارین فارغ التحصیل میشین، این مولانا رو اگر خواستین بخونین، این یه کلیدی داره این مثنوی، باید اون کلید دستتون باشه. اون چیه؟ من اینو بعد از این که دیگه اومدم و استاد دانشگاه شدم، خودم یه دفعه که به مولانا خیلی بی‌اعتقاد بودم، اومدم نشستم که اگر من مولانا رو رد کنم، سعدی رو رد کنم، حافظ رو رد کنم، پس کیم؟ پس چجور من شدم استاد ادبیات؟ نشستم مثنوی رو شروع کردم به خوندن تا رسیدم به این دو بیت که الان دارم براتون میگم. میگه بشنو اکنون صورت افسانه را، لیک هین از که جدا کن دانه را. هست اندر باطن هر قصه ای، خورده بینان راز معنی حسه ای. باور کنین، خدا رو گواه میگیرم، من یک دفعه به این دو بیت رسیدم، قلم گذاشتم وسط کتاب و کتاب رو بستم و گفتم خدایا سپاس که من چیزی جسارت آمیز در باره مولانا ننوشتم. اگر می نوشتم همیشه باید برای خودم یک نوع نفرین واقعی باشه که من این مولانا کلید میگه این داستان رو بخون، وقت این پوشاله ها رو بردار. حالا من چون در ده بزرگ شده بودم، با یادمه که خرمنها رو که درست میگنم باد میدادن، گندم رو جدا میکردم و بچه های ده میرفتیم تو کاها بازی میکردیم. یک دفعه من رفتم به اون دوران کودکی، دیدم اگر این خرمن رو ما ده قسمت کنیم، هشت یا نه قسمتش کار، یک یا دو قسمتش گندمه، دانه است. مولانا میگه که من ناچارم این در این لفاف این دانه های عظیم رو، این جواهرها رو بفرستم. خب بعد حالا من دیدم یه دفعه برای ما یک کار صندوق، یه بسته ای از این بلورهای بسیار از کشورهای اسکاندیناوی فرستاده بودن. اینا رو هی که باز کردیم، تمام پوشال ها اینا رو جدا کردیم، رو ریختیم دور با اون جعبه. اون فقط بلورها رو، اون کریستال ها رو فقط گذاشتیم اونجا از رو استفاده کرد. اینا تمام بیاد من اومدن که دیدم مولانا داره اینو میگه، بشنو اکنون صورت افسانه را. این افسانه مثل همون کالاهاییست که برات فرستادن. باید اون کاها رو جدا کنی، اون پوشال ها رو جدا کنی تا بتوانی به اون اصل جوهر، اون جواهر، به اون کریستال برسی. خب این مطلب آدم رو بیدار میکنه. من الان 50 ساله، اقلن
بیش از 50,000 بار این دوتا بیت رو من خوندم. در هر جلسه ای با هم گفتم دوستان من این دو بیت رو بخونید از مصنوی. این چیزی که استادان ما به ما یاد ندادن، من به شما ها میگم. بشنوت اون صورت افسانه را، لیک این از که جدا کن دانه را. حتی مولانا یه موقع در دیوان شمس هم همین میگه، میگه ای تو چه خوشه، خوشه خوشه گندم، ای تو چه خوشه جان تو دانه و کاه قالبت، گر نخری چه که خوری، روی به مغز و دانه کن. میگه اگه خر نیستی چرا همش دنبال کاه هستی؟ به اون دانه ها رو پیدا کن. ببینید خب حالا چجور راحت ما میشیم داستان ها رو میگویم. همین داستانی که الان دیبا خون، این چهار نفر نشستن، چی داره مولانا اینجا میگه؟ میگه اینها مقلدن، اینا نماز، روزه، این کارهایی که میکنن رو تقلید انجام میدن، خودشون نمیفهمن چه کار دارن میکنن. و الا آفریدگار به این نماز و اینا نیاز نداره، به روزه گرفتن اینا نیاز نداره. اینا باید انسان بشن، اینا باید کار خوب بکنن، اینا باید اخلاقشون خوب بشه، ولی هی برو پایین هی بیا بالا. خب این مولانا در چندین جا همین مطلب رو عنوان میکنه که اینها رو بذاریم کنار. خب ما وقتی اینا بیان اصلا دانه رو از جدا کنیم، میبینیم که تمام این مردم که اینجور هستن تمام روی تقلید مقلدن. مقلد یعنی قلاده به گردن. شما وقتی یه میمون رو میگیرین قلاده میذارین گردنش که فرار نکنه، یا یه سگ و گربه ای که داری قلاده به گردنش میذارین که فرار نکنه، دنبال شما بیاد. پس بنابراین مقلد در این حده. خب اینجا رو که وقتی که میبینیم، میبینیم داستان ها رو میخونیم، داستان شاه و کنیزک رو میخونیم، داستان شیر و گرگ و روبا رو میخونیم، داستان مردم شهر سبا رو میخونیم، داستان های گوناگون. وقت باید بشینیم این پوشال ها رو بذاریم کنار و اصل داستان رو بخونیم. ببینید داستان شاه و کنیزک رو شما باز کنیم، کتاب ها رو که تفسیر کردن، آدم حیرت میکنه که چجور میشه این مفسر که به هر حال هم مصنوی رو خونده، هم تحصیل کرده، هم به قول خودش دانشگاه ها رو گذرانده، به دکترا رسیده، این باید اینجور تفسیر میکنه. راحت شما بخونید تمام تفسیر، استثنا هم نداره. ایشا عبور میکنه، میبینه که یک نفر هست داره دختر میفروشه. اولا این مولانا داره ننگ بشر رو نشون میده که این بشر گاهی اونقدر حقیر میشه، اونقدر پس میشه که دخترهای جامعه خودش رو میگیره میفروشه مثل کالا، برده فروشی میکنه. و وقت اون شاه میاد میخره، پول داره، میگه اون دختر خوشگله رو ببین من، این دختر رو برمیداریم بره خونه، این برمیداریم بره خونه. میگه خب دیگه این دختر خوشبخت‌ترین دختر عالم شده، همین الان دیگه روز به روز هم بهتر میشه. بعد میبینه نه، هر وقت قبلی دختر میخوابه و بلند میشه، میبینه این دختر ضعیف‌تر، افسرده تر، ناراحت تر میشه و هیچ خنده به لبش نمیاد، مات میمونه که این چی شده، این چه بدبختی. تمام پزشکان جمع میکنه، تمام طبیبانشون هم میاد، پزشکان میاد، میگن اعلیحضرت عبایدی هر امری بفرمایید ما الان اینو خوبش میکنیم. بله انواع داروها رو میدن، میان روز به روز باید بدتر شد، مات میمونه. این آدم بلند میشه. حالا از نظر مولانا اون موقع تنها بناگاه مثلا میگه مسجده، این مسجد غیر از بیده اصل هست مسکت. حالا اینو یه روزی براتون میگم که این فرق داره. این مسکت یعنی خانه فکر، خانه دانش، یعنی دانشگاه. اون وقت این میدوه توی این مسجد و بعد با خدای خودش میگه که خدا من چه گناهی کردم که این دختر به این صورت گرفتار شده و این همه پزشک نمیتونن اینو خوبش کنن. بعد یک دفعه یک فرشته میاد سراغش که میگه تو ناراحت نباش، من یک نفر رو میفرستم برای تو، مشکل تو رو حل میکنه. اون وقت این بلند میشه میاد تو خونه، بعد میره توی مهتابی میشینه که روبروی جاده است، میبینه یک آدمی داره میاد، خوشحال میشه که این همون فرستاده خداست. بعد میاد وقتی که نزدیک میشه اینو بغلش میکنه، میگه تو معشوق واقعی من تویی، من چه کار کنم؟ میگه که من مشکلت رو حل میکنم. بعد میاد این دختر رو میبینه و دوا داروهایی که پزشکا کردن، میگه این پزشکا همه احمقن، ولشون کن، اینا قاروره میبینن. قاروره که میدونه الان هم هست، مثلا ادرار شخص رو میگیرن توی شیشه ای نگاه میکردن قدیم، حالا هم همین کارو میکنن. اینا بهش میگن قارور. اینها یک به قول خودشون بولی دلیل کارشونه، ارزش ندارن، اینا همه خطا کردن، خب پس چه کار من درستش میکنم. بعد میاد میشینه میگه که همه رو بیرون کنین، هیچ کس نباشه، فقط خود من و این دختر. این نفس این دختر میگه این در داستان کتابای ما فراوونه.
میبینید در چهار مقاله نظامی عروضی رو شما بخونید، میبینید که اولین کسی که این کار کرده رازیه، دومین کسی که این کار کرده ابن سیناست، که ابن سینا نبض اون پسر پادشاه رو میگیره و میگه که این بیمار نیست، این عاشقه، عاشق فلان دختره، یعنی شون یکی یکی شعر میدن که میگه خوب کار آسونی. اینجا به همین حکیم میاد این کار میکنه، نبض این دختره میگیره، بعد میپرسه از محلش زندگی، میگه در سمرقند و اینجا بودم، میگه خب در اونجا شروع میکنه به صحبت کردن از محله ها، کوچه ها اینا، تا به یک کوی قادفر میرسه، یه دفعه میبینه نبض دختر تکون میخوره، به کوی قادفر میرسه، میگه خب در این کوی قادفر چه مغازه هایی هست، و از یه نفر که آشنا هست اونجا میپرسه، میگن آره هست، تا میرسه به یه زرگر، یه زرگری هم اون گوشه هست، تا اسم زرگر میاد نبض دختر تکون میخوره، بعد میگه تمام شد، به شما میگه خیالت راحت، مشکلت حل شد، این دختر عاشقه، در سمرقند در کوی قادفر یک زرگری اونجا هست در فلان محله، باید اون زرگر رو بیاری، این دختر به او بدی، این دختر خوب میشه، این تنها راهشه، میگه قلقو چند نفر میاره میفرسته در سمرقند زرگر رو، به زرگر میگه تو در سال چقدر کار میکنی؟ میگه مثلا اینقدر پول، 100,000 تومان، میگه خب ما 150,000 تومان برات آوردیم که شاه داده، سلطان داده، و بعد هم هر کاری هم بکنی باید در مقابلش پول میگیری، این اندازه تمام سالیان عمر خود خانواده تو اداره میکنه، اونم از خدا میخواد، این پول میگیره در نظر تو خانوادهش بلند میشه حرکت میکنه میاد، خب خانواده تأمینه تا یک سال، بعدم زندگی میاد و زندگی وقت میاد این دختر میدن، هیچ کس دقت نمیکنه که بالاخره این دختر اگر میخوان بدن به اون بایستی با یک تشریفاتی باشه، با یک گفتگویی باشه، با یک شرط، بعد میگن دختر داده 6 ماه، خب این دختر میدید 1 روز، 2 روز، 3 روز، 6 روز پرده این با دختر خوب میشه، اما همون حکیم الهی که نماینده اللهه و اومده که این پادشاه رو نجات بده و اون دختر خوب کنه، ببینید چقدر رضایت به خرج میده، این میشینه تا این نزدیک 6 ماه، اون وقت یواش یواش دیگه این زرگر هم که نوکر اینه، تابع اینه، این مرتب حالا خودش میاد یک شربت میده به این زرگر، در یواش یواش یک زهری داره میریزه تو این شربت، این زرگر هی میخوره، هی اصحار ناراحتی میکنه، تا اون روز آخر که این مقدار زهر زیاد میشه، زرگر دچار اصحار و استفراغ میشه و میفته به حال مرد. خب اگر اینجور باشه شما ببینید پدر آدم هم باشه، خب آدم میگه یک نفر بیاد کمک کنه اینو جنازه‌شو بردارید، این که نمیده دختر بده اون در اون حال نکبت با این باز، اون وقت این دختره دیگه از اون کنار میگیره نگاه میکنه، اون وقت اینجا یه دفعه میره تو مثنوی میگن آقا ببین مولانا گفته عشق هایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود، این عشق در به رنگی جوان تا موقعی برای روی خوبی داشته این دختر عاشقش بوده، خب این دختر چیکار کنه؟ این دختر 6 ماه با این خیلی خوش گذرانده، اما حالا این مسمومش کردین، چرا مسمومش کردین؟ چرا زهرش دادین؟ چرا دام؟ باید به اونجا برسیم اصلا دیگه اون رو صحبت دیم. بعد یه دفعه مولانا یک گریز میزنه میخواد به مردم میگه که اون نکشتش از برای طمع عشا، این می‌دونید اون پیغمبری که اومده، اون نماینده خدایی که اومده، اون برای طمع شاه نکشت اینو، تا اون نکشتش از برای طمع شاه، تا نبود اون امر و فرمان اله، خدا خواسته، خب این خدا چیه که یک چیز ظلمی رو می‌کنه که هیچ موجود زنده اینقدر نمیتونه ظالم باشه و بد باشه، شما این مولانا این مطلب رو راحت میگه، اون وقت میگه چی؟ حالا اگر باز به همین هم اکتفا کنه ما میگیم خب مولانا هم نفهمیده یه چیزی رو گفته، اما ببینید الان اون زرگر در حال مرگ چی میگه، زرگر وقت افتاده مسموم شده میگه ای من اون آهو که بحر ناف من، ای مولانا اینه چرا از زبان اون میگی، ای من اون آهو که بحر ناف من ریخت اون صیاد خون صاف من، میدونین یه آهوهایی در خطا و خطن بودن که این در نافشون یه کیسه‌ای به وجود میاد و این پر خون میشه،
اون وقت این خارش میکنه. اینا به طور طبیعی میرن اونجا، هنوزم گویا هست، این روی تخت سنگ ها این شکمشون رو میبازن به سخت سنگ ها، اون کیسه پاره میشه، اون خون میاد، اینا راحت میشن. اون وقت اون خون روی اون تخت سنگ ها در مقابل نور خورشید خشک میشه، سیاه میشه. بعد مردم میرن اینا رو جمع میکنن، مشک ازش درست میکنن، همین مشکی که مشک و عنبر و بوهای خوش رو، که حتی موی مشکین رو هم، موی مشکین رو به قول شما ببین به اون اشاره میکنن که خوشبو باشه ها موی مشک. این آهو این کاره میگه خب من ناف من عطر ایجاد کرده برای شما، یه وسیله خوب برای شما درست میکرده. حالا این صیاد بی انصاف برای اینکه تعداد زیادتری رو ما رو میکشه با تیر، خب ما خودمون داریم این خون رو تحویل میدیم. ای من اون آهو که بهر ناف من، یه جزئی از من که اونم من تقدیم به اینا میکنم، ریخت اون صیاد خون صاف من. ای من اون روباه صحرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین. روباهایی بوده که پوست خیلی زیبایی داشتن، میرفتن اینا رو شکار میکردن، 40 تا 50 تا از اینا رو میکشتن، پوستشون رو میکردن تا یک پوست به اسم پالتو پوستی برای یکی از خانمهاشون درست بکنن. فیل به اون عظمت و بزرگیش، اینا گفتن استادا به شاگرداشون که مثلا پادشاه زاده بودن، میگفتن اگر پدرتون فیلمه بکشه، فیلمه بکشه دندوناشو بیارین آج رو، ما براتون این ابزار بازیار رو درست میکنیم. حالا این ای من اون روباه صحرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین. ای من اون فیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان. اون که کشتستم پی مادون من، این نداند که نخسبت خون من. بر من است امروز و فردا بر وی است، خون چون من کس چون این ضایع کی است. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او اون سایه باز. این جهان کوه است و فعل ما صدا، سوی ما آید صداها را ندا. شما وقتی میبینید پای کوه میگین هو، یه دفعه اونم میگه هو، اینه بهش میگن پژواک باستا. اون وقت این مردم نمیخونن، میگه این همه مردم دارن ستم میکشن، این همه مردم میدن جنایت براشون میشه، فرزندانشون رو از دست میدن، زندگیشون از دست، برای اینکه ظلم میکنن. این در حقیقت باستا به خودشونه. تو وقتی ظلم میکنی، ستم میکنی، ستم میبینی. شما الان ببینید طبیعت با دنیا داره چه کار داره میکنه. طبیعت چرا؟ برای اینکه شما طبیعت رو آلوده کردیم، ما طبیعت رو ویران کردیم، طبیعت هم داره به ما پاسخ میده. الان تمام دنیا در بیابی، در خشکسالی، در فقر طبیعت گرفتار هستن. حالا برگردیم یه دفعه دیگه حرفای این زرگر رو بخونید که در اون حال مرگ که افتاده زرد داده بهش، میگه که همین آدمی که همین که خودشو اومده باعث مرگ من شده، خودش هم گرفتار میشه. ای من اون آهو که بهر ناف من ریخت اون صیاد خون صاف من. ای من اون روباه صحرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین. ای من اون پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان. اون که کشتستم پی مادون من، یعنی یه جزء من به این بزرگی کشته برای یه جزء من. اون که کشتستم پی مادون من، این نداند که نخسبت خون من. بر من است امروز و فردا و بر وی است، خون چون من کس چون این ضایع کرد. هر کسی میتونه، تو شما اینه بدونید که این جامعه بشری، این انسان ها پاسخ ظلمشون رو، ستمشون رو میبینن. یعنی هیچ کس نیست که نبینه بهشت و دوزخ ما در همین دنیاست. شما الان میشینید میگین فردوسی، میگین حافظ، میگین خیام، اینا در بهشت ذهنی شما هستن. بهشت یعنی این. شما میگین چنگیز، میگین تیمور، میگین فلان ظالم ستمگر، اینا در دوزخ ذهن شما هستن. پس بهشت و دوزخ یه امر این جهانی است، یه امریه در ذهن ماست. و انسانهای خوب رو همیشه شما در یک بهشت میبینید، در یک زندگی خوب میبینید. حالا این یک داستان مولانا. بعد راحت این مولانا میگه که نه، اون پیغمبری که اومده و برای این پادشاه، اون نکشتش از برای طمعش، او به خاطر اینکه شاه رو راضی کنه نگوید، امر اله بوده. خب بدتر این که بدتره که خداوند الله یهوه لرد بیاد یک انسان بیگناهی رو بکشه که مثلا یک کسی هوس کرده یه دختری رو در اختیارش باشه و دختر نخواسته که اونو دوست داشته باشه. این یه داستان. شما داستان شیر و گرگ و روباه رو میخونید.
بگه تمام این مردم این تفسیرها آدم حیرت بکنه. من الان براتون یه تیکش میخونم خودش با خندتون میگیره، میگه که پس چجور یک کسی دیگه اینه تفسیر میکنه. میگه شیر و گرگ و روبهی بحر شکار رفته بودن هستشون در کوهسار، تا به پشت هم در اون صحرای ژرف صیدها یابند بسیار و شگر. پس شیر و گرگ و روبه با هم رفتن شکار کنن. گاو کوهی و بز و خرگوش زرف یافتند و کار ایشان پیش رفت. چون ز کوه تا پیشه آوردندشون کشته و مجروح و اندر خون کشان، گرگ و روبه را طمع بود اندران که رود قسمت به عدل خسروان. گفتم خدا کنه این خسرو ما، حالا شیر اینجا نقش پادشاه، خسرو سلطان خداوند رو بازی میکنه، نقش اینو که این دلش برات بشه که اینو زودتر شروع کنیم به خوردن که ما هم از قبل اون یه چیزی بخوریم، شیر و گربه اینا هر دوشون. بعد عدس طمع هر دوشون در شیر زد. این طمع اونها شیر، چرا؟ برای که شیر اینجا دیگه نقش خدایی بازی میکنه. این فهمید که اگه پدر سوتا اینا طمع دارن که از اینا سهمی داشته باشن، چرا نداشته باشن؟ عکس طمع هر دوشون بر شیر زد. شیر دانست اون طمع ها را سند، گفت یک پدری از اون در بیارم که حس کنیم. حالا نشسته، بعد میگه که شیر گفته ای گرگ این را بخش کن، معدلت را نو کنه ای گرگ کن. شما که الان اینجا نشستیم با خود رو فکر کنیم، ببینید این شیر که نقش الله رو بازی میکنه اینجا، به این گرگ میگه که یه پیغمبر از یه امام یه کسیست، میگه که اینا رو تقسیم کن اما عدالت رو رعایت کنی. ببین عدالت، معدلت رو نو کنه ای گرگ کن. شیر گفته ای گرگ این را پخش کن، معدلت رو نو کنه ای گرگ کن، نایب من باش در قسمت گری تا پدید آید که تو چه گوهری. پس تو باید نایب من هم باشی، پس باید عدالت رو داشته باشی. گفت ای شهر گاو کوهی آن توست، تو بزرگ و او بزرگ و زفت و چست، بز مرا که بز میانست و وسط، روبه ها خرگوش بستان بیقرد. دیگه قسمتی از این بهتر نمیشه. شی اما ببین در عالم مذهب بشر باید اصلا وجود نداشته باشه، خودشو باید محب باشه، هرچی بهش میگن همون انجام بده. شیر گفته ای گرد چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. حالا کلماتی که از دهان این الله داره در میاد، ببینید چقدر زشته. گرگ خود چه سگ بود که او خویش دید، پیش چون من شیر بی مثل و ندید. گفت پیشا کس خری چون تو ندید، پیش آمد پنجه زد او را درید. چون ندیدش عقل و تمییز رشید، در سیاست پوستش از سر کشید. این مولانا با یه زیرکی میگه دستور مذهبه، میگه فنتقه دیت قرآن، یه آیه هست که فنتقم نامن هم، یعنی الله میگه که من خودم از این آدمایی که نمازشون رو درست نمیکنن، روزشون رو درست نمیکنن انتقام میگیرم. فنتقم نامن هم است ای گرگ پیر، چون نگشتی مرده در پیش امیر. تو در پیش امیر، در پیش این سلطان باید مرده باشی، وجود نداشته باشی، نگی منم یه سهم دارم. خب حالا چون ندیدش عقل و تمییز رشید، در سیاست پوستش از سر کشید. حالا مونده چیکار میکنه؟ بعد از اون رو شیر با روباه کرد، حالا اومده به روباه میخواد دستور بده. گفت این را تا بخش کن از بحر خرد، گفت تو بیا اینا تقسیم کنی شکارها رو. سجده کرد و گفت این، خوب دقت کنین رو این، سجده کرد و گفت این گاو سمین یعنی چراغ، این گاو سمین چاش خوردت باشده شاه بی. این برای نهار قضات میشه. باز این جید، این بز از بحر میان روز را، یخنی باشد شه پیروز را. این بز را هم برای میان روز اسلامه یه تحچین ازش درست بکنم که عوضه بخوره. باز این خرگوش بحر شام هم شبچره، ای شاه با فضل کرم. این خرگوش هم به عنوان شبچره آخر دکه، ما حالا میگیم دسر، بخور بخور. فکر کنید
سجده کرد و گفت این گاو سمین چاشت خوردت باشد ای شاه مهین. این بز از بحر میان روز را یخنه ای باشد شه پیروز را. باز این خرگوش بحر شام هم شبچره ای شاه بافز کرد. گفت ای روبه تو عدل فروختی، این چنین قسمت ز که آموختی، از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. این گرگ اومده یه تقسیم آدلانی کرده تو زده کشتی. من از حال هیچ بعضی از این مفسرین مثنوی نمیان بشینن اینجا بیدن که این مولانا چقدر مسخره کرده، تفسیر میکنن باز میگن بله باید در مقابل الله هیچ باشی شما. حالا گفت ای شاه جهان از حال گرگ. بعد حالا ببینید الله چه کار میکنه که یه کسی رو هی میکشه بالا. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت که آموختی، از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سرا برگیر و بردار و برو. همه ما تو را بود. ببین الله داره میگه من هم جز قنام در اقدار تو میگه اینو. ما تو را و جمله اشکاران تو را، پای برگردون هفتم نه برا. چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی شیر منی. مولانا اینه میگه، میگه که حالا تو بشنو اکنون صورت افسانه را، لیکین از که تدا کندانه را. این مطلب رو میخونیم مفصل تفسیر میکنن. یکی از مهمترین نکته هایی که در مثنوی هست داستان شهر سبا. این مطلب رو مثلا امام فخر رازی کتاب در شهری نوشته، این در دو سه تا سوره قرآن هم اومده. امام فخر رازی هم شهر داده که بله در این شهر سبا شروع بدونه. همه نوشتن تفسیر کردن که بله این مردم همه نعمت ها رو دارن اما شکر نگفتن، شکرگزاری نکردن. این که خداوند ذلیلش رو باید بکنه. حالا این مردم شهر سبا، شهر سبا شما یه شهر خیالی فکر کنید که در یه مملکت، یک شهر کوچکی، یک کشور کوچکی، یک عده آدم در اونجا هستن. اینها آدم‌های با شعور، دانا، خردمندی هستن. اومدن اینها شروع کردن به کار، درخت کاشتن، میوه کاشتن، آب جاری کردن که این مردمی که از دور و نزدیک میان وقتی وارد میشن تمام نعمت‌ها در اختیارشونه، بدون اینکه هیچ پولی تو جیبشون باشه، اصلا بدون اینکه نیاز داشته باشن از این نعمت‌ها میخورن، سیر میشن، شاد میشن و بعد یعنی هیچ کسی فقیر نیست در اینجا. حتی میگه شهر میده، میگه تونتاب. تونتاب قدیم میدونه حمام ها یه تونتاب داشتن که اینا چرکین ترین افراد. این تونتاب کمر زرین به خودش میبست، پیرهنش همیشه نو بود، همیشه تازه بود. اینقدر بس اینجا خوب بود که هیچ کس فقیر نبود. مهمان هم از هر کجای دنیا، مسافر نه مهمان، مسافر میومد اینجا میومد زندگیشو تامین بود. خب دیگه از این بهتر میشه؟ حالا یک دفعه سر کله 13 نفر آدم پیدا میشه، میگن ما پیغمبریم. خب پیغمبر یعنی چی؟ ما از طرف خدا اومدیم. یعنی چی؟ یعنی شما مگر آخه بس خدا میشه از جنس خودش باید یه چیزی پدیده فرشته چیزی بفرسته؟ شما چه کاره؟ میگه نه خیر، ما اومدیم به شما بگیم که شما این همه نعمت داری چرا شکر نمیگین؟ خب شکر بهتر از این که ما در اینجا یک نفر گرسنه نداریم، یک نفر برهنه نداریم، یک نفر آدم محتاج نداریم، از این شکر بالاتر؟ میگه نه فایده نداره. گفت چون نعمت فزون شد شکر کو، مرکب شکر به خود بعد عقل کو، باید شکر بگین اینجا. بعد این مردم مقاومت میکنن، میگن اینا آمدن ما رو دارن گمراه میکنن. ما اینجا اومدیم نشستیم، هم خودمون راحتیم، هم هر آدمی انسانی که از هر جای این دنیا بیان اینجا با زندگی خوب پذیرایی میشن و میرن. ما به حرف اینا گوشیم، اینا ما رو بیچاره میکنن، دعواشون میشه. بعد اینا میان میگن که ما نصیحت میکنیم. میگه شما اگه این نصیحت میگه خب شما نصیحتتون رو بکنید تشریف ببرید. این دعوا، این تیکه ها رو من آوردم فصل فصلش کردم، الف ب جیم دال همینجور که شما بخونید و اون وقت ببینید این مولانا چه کرده اینجا. اون آخر کار این مردم دیگه میگن که ببین ما شکرمون رو قول برده، اصلا ما اینی که هستیم، شما برید پی کارتون، ما نمیخوایم اصلا خوب بشه، اصلا این نصیحتاتون رو ببرین برای خودتون.
اینها میشه که اونا ولکن نیستن، میگن شما پس باید برید تو جهنم و زندگیتون باطل بشه. اون وقت مفسرین میشینه همین مردم رو گناهکار فرض میکنن. و اون بعد اون همین مردم مولانا میگه کسی خودش رو پیغمبر میدونه که این موجود باید نادان باشه، جاهل باشه، یعنی فکر میکنه که یک آفریدگاری هست که این میاد فقط به اون میگه و اون میاد به حرفش رو به مردم تلقین میکنه و این همه مردم باید حرف اون رو بدون چون چرا بپذیرن. این وقتی تیکه ها رو میخونید وقت شما حیرت میکنید که این مولانا چه موجودی است. حالا من اگر بخوام اینجور ادامه بکنم باید تا صبح مطلب بگم. من یه دو سه تیکه دیگر میگم. این مولانا یه دفعه به یه استادی که 40 سال و 40 سال با من آشنایی داره بود، یه مدتی هم همکار ما بود، اومد وقتی گفت که چی، گفتم ببین عزیز من این مولانا که شما میرین در تلویزیون در بارش صحبت میکنین، این مولانا آدم داناییست. شما اومده این آدم اومده گفته بابا این مذهب و بساط رو بذارید کنار. گفت نه، شما میرین اونجا میگین مثنوی تفسیر قرآنه، در حالی که این مولانا آخوند پس چرا مثنوی رو با انبر میگیره که دستش نجس نشه؟ میگه اونا نمیفهمن. گفتم چرا؟ اونا بهتر میفهمن. اونا فهمیدن که این مولانا بالاخره یه عقیده داره که معتقد به اون مسائل مذهبی نیست. گفتم حالا نمونه براتون میگم. شما چند چیز در مذهبتون اساسی کاره. یکی قبله است، نماز خوندن. شما باید حتما رو به قبله باشه. اونچنان این دقیقه که باید حتی الان چین کمونیست که به خدا به اعتقاد نداره قبله نما درست میکنه میفروشه به مسلمان. اینه هیچ دقت کردی؟ که نباید یه ذره این برابر باشه. حالا مولانا میاد در دیوان شمس میگه آب حیات عشق را در رگ جان روانه کن، آینه صبوح را ترجمه شبانه کن، خیز کلاه کج بنه از همه دام ها بجه، بر رخ روح بوسه ده زلف نشاط شانه کن. 6 جهت هست این وطن، قبله در او یکی مدان، بی جهتی است قبله‌گر در عدم آشیانه کن. این عالم 6 جهت داره، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، بالا، پایین. این خونه رو فکر کنید تمام عالم، این خونه 6 جهت داره، 1، 2، 3، 4، 5. چرا شما به یه سمتش نماز بخونید؟ اینه مولانا داره میگه 6 جهت هست این وطن، قبله در او یکی مدان، بی جهتی است قبله‌گر در عدم آشیانه کن. گفتم این شما چی میگی؟ این مولانا حتی مکه رفتن رو معنی میکنه، حج رو. بالاترین شخصیت در ارغان ایران با یزید بسطامیه. این داستانی هست که حتی عطار در منطقه تل آورده، ولی مولانا تولیدگری این ساخته. حالا گوش کنید، شیخ با یزید بسطامی که بزرگترین عارفه، این تصمیم میگیره بره مکه. ولی این آدم فرقش با دیگری اینه که در هر جا که میرسه دهی شهری میگرده تا یه آدمایی رو پیدا کنه که بده اینا یک شعور دارن. این مردمی که با اینکه درس نخوندن ولی یک شعوری دارن، یه فهمی دارن، یه مطالبی رو میکنن که حیرت آور. بعد این میشینه با اونا صحبت میکنه که از اونا چیز یاد بگیره. حالا مولانا این بستاد بایزید رو حرکت میده به طرف مکه و باید چند روز، اقلا باید 100 روز راه بره. حالا اتفاقی میرسه در یه دهی پای دیواری، میگه که سوی کعبه شیخ عالم بایزید بهر حج عمره هر سو میدمید، رو به هر شهری که کردی از نخست، مر عزیزان را بکردی باز جست، گرد میگشتی که اندر شهر کیست، کو بر ارکان بصیرت متکیست، دید پیری با قدی همچون هلال، دید دیواری یه پیر خمیده‌ای کور نشسته، دید پیری با قدی همچون هلال، دید در او فر و گفتار رجال، دیده نابینا و دل چون آفتاب، همچون پیری دیده هندستان به خواب، پیش او بنشست و پرسیدش رهار، یافتش درویش و هم صاحب یار. پیر گفتا، خودش معرفی کرد که من بایزیدم دارم میرم مکه، پیر گفتا تا کجا ای بایزید رخت قربت را همی خواهی کشید، گفت قصد کعبه دارم از بله، گفت هم با خود چه داری زاد ره، 100 روز تو دیگه باید تهی کنی اینجا رو، این راه رو بیشتر، گفت این با خود چه داری زاد ره، گفت دارم از درم نقره 200،
نک به بست سخت در گوشه لدیست. گفت توفی کن به گردم هفت بار، وین نکوتر از طواف حج شمار. اون درم ها پیش من نه ای جواد، دون که حج کردی یه حاصل شد مراد. حق اون حقی که جانت دیده است، که مرا بر بیت خود بگزیده است. تابه کرد اون خانه را در بی نرفت، و اندر این خانه بجز اون هی نرفت. طاعت من طاعت و لطف خداست، تا نپنداری که حق از من جداست. باز کن دو دیده و در من نگر، تا ببینی نور حق را در بشر. حالا آدم میگه خب مولوی اینو نقل کرده، اما مولوی حالا نظر خودش میده، میگه بایزید آمد از او اندر مزید، منتهی بر منتها آخر رسید. این بایزید که به این مقام والای انسانی رسید، از این پیر کوره قلیده یاده دید نه، من انسانها رو رها میکنم، گرسنه در شهر و دیار خودم، بعد برم میشم برم مکه. برای چی این کار میکنم؟ خدا رو در انسان ببین، نه در سنگ و کلوخ. باز کن دو دیده و در من نگر، تا ببینی نور حق را در بشر. شما از این روشنتر کسی میتونه بگه؟ یعنی کافرترین آدم بیاد بگه که مخالف باشه با مکه رفتن به این صورت، به این روشنی عنوان بکنه. این در دیوان شمسی هم اینه بارها گفته، حتی با آواز یه عده خوندن، اما نمیدونم چیه بخواد بگه. میگه ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه وایید. این مولاناست، این مولاناست که این مطالب رو عنوان میکنه که تو اگر بتوانی به انسان بودن توجه کنی، انسان رو به دست بیاری، دل انسان رو به دست بیاری، خیلی اهمیتش بیشتره، خیلی بالاتره. و این مطالب رو که از شما وقتی این دیوان شمسی میخونید حیرت میکنید که اصلا ما انسان یک پارچه است، این زمین چیزی نیست، یه چیز کوچولویی است، همش به هم بسته. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. ای لولی بربط زن تو مستری یا من؟ ای پیش چطور مستی، مستی من افسانه. از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد. ما خودم اینو بارها در این شمران می دیدیم که یارو بس می شدن همین جو تلوتلو می خوردن و شکر خدا رو می کردن. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. گفتم چه کجایی تو؟ تسخر زد و گفتم من نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. من مربوط به همین کلیزم. این مطلب خب باید ما دقت کنیم، غزلها رو بخونیم، پوشاله ها رو برداریم و به آثار این آدم نشون دقت توجه بیشتری بکنیم، اون وقت ببینیم چقدر مطلب در این دیوان شمس و در این مثنوی مولانا وجود داره. خب من صحبتم رو کوتاه میکنم که به همین تیکه که باز هم اگر یه موقعی شروع شد، اون وقت باید هی بخونیم. از خودتون دیگه میتونید مثنوی رو بخونید جاهای مختلف، ببینید چقدر مطلب توشه و یا دیوان شمس. شب خوشی داشته باشید. هین کژ و راست میروی، باز چه خورده ای بگو؟ مست و خراب می روی خانه به خانه، کو به کو. با که حریف بودی؟ بوسه زکر رو بودی؟ زلف که را گشودی؟ حلقه به حلقه، مو به مو. نی تو حریف کی کنی ای همه چشم و روشنی؟ خفیه روی چو ماهیان، حوز به حوز، جو به جو. راست بگو به جان تو ای دل و جانمان تو، ای دل همچو شیشم خورده میت کدو کدو.
راست بگو، نهان مکن، پشت به عاشقان مکن. چشمه کجاست تا که من آب کشم سبو سبو؟ در طلبم خیال او دوش میان انجمن، می نشناخت بنده را، می نگریست روبرو. چون به شناخت بنده را، بنده کج رونده را، گفت بیا به خانه، هی چند روی تو سو به سو؟ گفتمش ای رسول جان، ای سبب نزول جان، زان چه تو خورده ای بده چند عتاب و گفتگو. گفت شراره ای از آن گر ببری سوی دهان، حلق و دهان بسوزدت، بانگ زنی گلو گلو. لقمه هر خورنده را در خور او دهد خدا، آنچه خدا بگیردت حرص مکن، مجو مجو. گفتم کو شراب جان، ای دل و جان فدایان، من نیم از شطور دلان تا برمم به هایوهو. خاموش باش و معتمد، محرم راز نیک و بد، وان که نیازمودیش راز مگو به پیش او. مرسی. این غزلی رو که الان دیوان خون به این زیبایی، طاهره، طاهره قرتل عین، وقتی که آگاه میشه حجابش رو برمی‌داره، و وقت یه غزل درست مثل این که مثنوی رو و دیوان شمس خونده، میگه خال به کنج لب یکی، طره مشک فام دو، وای به حال مرغ دل، دانه یکی و دام دو. محتسب است و شیخ و من، قصه عشق در میان، من چه کنم مجابشون، پخته یکی و خام دو. درست از همین غزل مولانا در این وضع قافیه رفته. و این غزل های مولانا رو اگر ما با دقت بخونیم، ساده ترینش هم معنا داره، پر معناست و فوق العاده است. این است که باید آشنا فقط آدم بشه که بدونه چی کار داره میکنه. در این باره این مثنوی و دیوان شمس واقعا دو تا پدیده عالیه، منتها شرطش اینه که ما بتوانیم دانه رو از لابلای کاه بیاریم بیرون. تنها راهش اینه، و الا ما اصلا بیر چیز به درد نخوریم. مثنوی و دیوان شمس هر دوشون شاد باشه.